درود به همه شما بیننده های عزیز تلویزیون سینما، برنامه اسرار فیلم و فارس روی اکران های شما. دوستان عزیز، فیلمی رو که نوبت قرار داده مطرفش حرف بزنیم برای شما بگونه نیست. با وجود اونه که از روی نوار آوردنش 40 سال سپری گشته است، اما تا کنون بیننده هایش بشمارند. عشقی همکاران، همین است فیلم امروزه. بیستوششومی اکتیابر سال 1977 بیننده های سینمای اتحاد شوروی اولین مراتبه در اکران کلان فیلمی هنری عشقی همکاران را تماشا کردند. امروز از آن وقت 40 سال گذشت، اما بیننده ها تا حال این فیلم را تماشا میکنند و دوست میدارند. سیر این قدر محبوبیت پیدا نمودن این آفریده در چیست؟ چرا در هر یک دیدن بیننده چیزی نو را میبینند؟ در این برنامه شما خواهید فهمید چرا آلیسا فرندیخ از دو کاستینگ کارگردان نگذشت؟ برای چی تا حال ایوانوا صحنه های بریده فیلم رو با خود نگاه می دارد؟ بحث های بجا و بجای الیگ باسیلاشویلی و اندری میخکوف در میدانی سب و قصب اومده چونون شپوتی زد که نفرت زن های اتحاد شوروی نسبت آلیسا فرندیخ یا چی آنها رو به این وادار نمود؟ آرایش موی هایش چگونه بود؟ چرا آلیسا فرندیخ از گرفتن مکافات دولتی SSSR به نصیب ماند؟ این و چندین معلومات و نوارهای جالب در ادامه برنامه. عشقی همکاران در ژانر بدیعی تهیه شده از دو قسم عبارت است. کارگردانی فیلم را الدار ریزانوف به عهده داشته، آن سال 1977 در کیناستودیای مسکو فیلم تهیه شده است. تعداد تماشاگران فیلم در تمام جهان نزدیک 58 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. سال 1971 الدار ریزانوف همراه با نویسنده امیل براگینسکی رمان با نام همکاران را روی کاغذ می‌آورند که از دو قسم عبارت بود و بخش دوم خویشاوندانم داشت. خودی همان سال پیسا در تئاتر مایاکوفسکی شهر سن پترزبورگ و تئاتر مزهکا و بعداً در تئاترهای گوناگون پیشنهاد دوستداران این نوع صنعت گردانده شد. در هر یک نمایش تعداد بیننده ها می افزود و آنها را به شوق می آورد. همین اعتراف ها الدار ریزانوف را به آن وادار نمود که در اساس این پیسا فیلم تهیه نماید، هرچند که به این اندیشه آنقدر اعتماد نداشت، اما توکل کردن هم لازم. نخست کار را از انتخاب هنرمندان شروع نمود. ریزانوف در اول به نفران روی آورد که آنها را پیشتر در دیگر فیلم هایش سنجیده بود. مثلا آلیسا فرندیخ را که رژیسور دو مرتبه، یکی در فیلم تصنیف سربازان و دیگری در پیچوتابی خوشبختی دعوت نموده، هنرش را سنجیده بود. اما با بعضی سبب ها اجرای نقش در این فیلم ها نصیبی هنرپیشان نگردید. فرندیخ و ریزانوف امکان پیدا نمودند تنها در میدان ثبت فیلم عشقی همکاران بخورند. لودمیلا پراکوفیونا کالوگینا سروری مؤسسه آماری ماست. سیمایش آنقدر نفرت آور نشان داده شده بود که شما دریا داشته باشد آرایش موی هایش چگونه بودند، کاستوم قهورنگش را ببینید چگونه دوخته شده است. این نمود رنگ و دوخت تا حال یکی از قدیم ترین ها دانسته می شود. برای انعکاس نمودن این ابراز در سطح ضروری آرایشگران لباس با هنرپیشه پایافزولی مردانه اندازه 36 داشته را پوشانیدند. نواربردار فیلم ولادیمیر نخباتوف عینک های بابایش را آورد. وقتی آلیسا فرندیخ آنها را به چشم گذاشت به اژدرگونی حقیقی تبدیل یافت، لیکن این حالت را به خود روا دیدن برای هنرپیشه در برابر نفرت بعضی از آنها را بیدار نمودن اینچنین امکان داد از حساب این نقش اولین افتومبیل خود را در زندگی خریده باشد. الدار ریزانوف برای این هنرپیشه بااستعداد پولی را میماند که برای رسیدن او به قله‌های بلند هنر مساعدت نمود. گرچند کارگردان آلیسا را دیگر به فیلم هایش دعوت نکرد، ولی آنها تا دیر باز رابطه دوستی داشتند. این کس یوری گریگوریویچ سماخوالوف بسیار آدم خوب، من او را دیر باز میشناسم. الیگ باسیلاشویلی را نیز با کارگردان دوستی صمیمی پیوست نمود. آنها باری اول در تئاتر کلون شهر مسکو که آنجا کار میکرد شناس شده بودند. روز ریزانوف آنجا به خاطر عیادت دوستش سرگی یورسکی می رود و در صحنه باسیلاشویلی را می بیند. هنرمند بعد از نمایش برای گرفتن هوای تازه به بیرون می براید و آنها در همان جا کارگردان با او شناس می شود. با او گفتم نمیفهمم چرا شما در فیلم های من نقش نمی آفرید؟ او همچنین جواب داد من نیز نمی دانم که چرا مرا دعوت نمی کند. من این گفتگو را تا حال در خاطر دارم. آنها این گفتار را رسما انجام بخشیدند. در آن گفته می شود که کارگردان با باسیلاشویلی برای همیشگی در فیلم هایش نقش آفریدن شرط نامه بسته است.
این حالت قریب که خیلی زود به عمل آمد. در فیلم توفای تقدیر یا افیت حمام نقش ایپالیت رو میبویس الیک باسیلاشویلی اجرا نماید. آمادگی در حال صورت گرفت. علاکه آنها با اشتراکی او چند صحنه فیلم رو بنوار گرفته بودند. لیکن هنرمند ناگهان از ادامه دادن دست کشید. مرا آن وقت پدرم فوتید. برای همین در ژانر مسخره نقش‌آفرینی کردن نمی‌خواستم. این هم در حالی که برای اجرای نقش در تئاتر آمادگی می‌دیدم. برای همین وقتی خیلی کم داشتم. همین طور این نقش رو با مهارت بلند یوری یاکوولف اجرا نمود، اما باسیلاشویلی نقش خود رو برای همیشگی در این فیلم موند. اگر با دقت تماشا کنید صحنه‌ای که میخکوف عکس پلیت رو از تریزا به زمین می‌پرتاید، با خوبی دیدن ممکن است که در آن باسیلاشویلی عکس یافته است. یک سال بعد از این کارگردان سناریوی فیلم عشق همکاران را به او می‌فرستد. پس از خواندن هنرمند در حال راضی می‌شود. برای من در اون زمان فعالیت هم در موسفیلم و بعضاً در فیلم های ریزانوف این امکانیتی خوبی بود برای عیادت نزدیکانم که در مسکو زندگی میکردند. نقش با باسیلاشویلی پسند آمد، این هم در حالی که بازیدن چنین ابراز ها با او خیلی معقول بودند. در اون زمان اجرا کننده چنین نقش ها همین گونه لباس با بر میکردند. تصور میکنی؟ افتو اندامش خیلی مثل همیشه در و تازه؟ در رفتی نوار برداری الیک باسیلاشویلی و اندری میخکوف همیشه با هم بحث می نمودند. همه صحنه ها قریب که با آسانی نوار برداری می شدند بجوز یکی از آنها. وقتی کار با جنگ آورده رسانید اندری میخکوف اداره خود را از دست داد. من از او خواهش کردم چی طوره که لازم است همین گونه شپاتیزم. من نمی رنجم. این با تو دشوار نیست، تنها کارت رو خوب انجام ده. او بسیار کوشش میکرد، حتی چندین دوبل گرفتیم. هر یک باره که دستانش برای من روانه می شدند بسیار بی‌قوت و نرم بودند و نهایت در آخر به غضب آمده چنان شپاتیزد که در نقشه آمده بود. امروز همان گونه الیک باسیلاشویلی قربانی پیشه انتخاب نموده است و با تمام میل در تئاتر کلونی شهر مسکو کار میکند. الدار یکی از آن نفران بود که با شرافت او من تمام نیروی خفته ام را به بیرون برآوردم. از تقدیر بسیار میندارم که مرا با او شناس کرد. در فیلم هایش که من نقش آفریدم قهرمان هایی که او به من باور میکرد سبب شدند تا من همین گونه که هستم باشم. помогли мне стать тем, кем я, в общем-то, стал. در فیلم همگی 13 ساونترک جدا داده شده است که حجم عمومی آنها 35 دقیقه را در بر می‌گیرند. میان صورت‌های این آفریده یک تاش بسیار خاص است. خاص از کدام جهت؟ از آنی که مردم آن را تا حال دوست می‌دارند، گوش می‌کنند و زیر لب زمزمه می‌سازند. سرود درباره آب و هوا. متن آن با قلم خود کارگردان الدار ایزانوف تعلق داشته و کلیس آلیسا فرندیخ می‌باشد. اینچنین مکتب الدار ایزانوف برای هنرپیشه سویتلانا نیمالیایوا نیز در این موفقیت را باز کرد. اولین مرتبه او با ایزانوف هنگام خرد بودنش واخورده بود. این حالت هنگامی بود که مادرش سویتا را به میدان ثبت فیلم شب سال نو آورد. آن روز صحنه پیشوازی سال نو را ثبت میکردند. چند بعد از این وقت نیمالیایوا بزرگ شد و در تئاتر مایاکوفسکی فعالیت را شروع نمود. کارگردان مثل که با باسیلاشویلی شناس شده بود با او نیز همین گونه واخورد. آن وقت هنرپیشه در نمایشنامه خویشاوندان که نویسندهاش خود ایزانوف و امیل براگینسکی می باشند روی صحنه تئاتر نقش می آفرید. کارگردان او را دیده در حال قهرمانی می خواستش را پیدا نمود. نابسته به آن که هنوز پیش از این سویتلانا نیمالیایوا و ایزانوف در چندین فیلم هایش سنجیده بود و موفق نگشت، لیکن این نوبت این نقش به واسطه آزمون نصیب او نگردید. یعنی او را یک و یک بار برای بازدیدن این ابراز دعوت نمودند. نقش آفری در فیلم عشق همکاران را هنرپیشه حتی آرزو نمی کرد. این بود که او این احساسش را با همسرش قسمت کرد. وقتی او خواب بود من سناریو رو خوندم و خوندم و بعد بیدارش کرده گفتم تو تصور میکنی آنها مرا به این فیلم دعوت کردند و اندیشت موفق میشوم؟ او گفت اوی سویتا حتی آرزو نکن، چه خیل نقش، این رو فراموش ساز. این زن اولگا پیتروفنا ریژوا است. اولیا، اولیا بهترین دوستی وفاداری من است. ما با هم از زمان دانشجویی ما در فرقیت از قهرمانی فیلم سویتلانا نیمالیایوا زندگی خوش داشت و با همسرش اتفاق بود. عشق همکارانه او با الکساندر لازیرف 50 سال مقدم در تئاتر مایاکوفسکی آغاز یافت که هر دوی آنها بعد ختم آموزشگاه به آنجا برای کار رفتند. الکساندر لازیرف یکی از چهره های معروف و محبوب این تئاتر دانسته می شد.
دویومی مای سالی 2001 او وفات کرد. این باشد شوره، گرم روز، اما متاسفانه از حد زیاد زنی فعال است. از زمانی که او را به کار جمعیتی پیشبری کردند، دیگر هیچ نمیتوانند پس گیرندش. لودمیلا ایوانوفا همیشه آرزو داشت که در فیلم های ریزانوف نقش آفرد، لیکن در هر یک مرتبه چیزی به نقشه های او خلل میرسانید. هنرپیشه با کارگردان چند سال پیش از تهیه این فیلم شناس شده بودند. این واخوری هنگامی صورت گرفت که ریزانوف برای فیلم پچ و تابی خوشبختی قهرمان انتخاب میکرد. میانی خواهشمندان زیاد ایوانوفا نیز اشتراک داشت و سنجش را با موفقیت گذشت، لیکن روبریت تئاتر معاصر که هنرپیشه در آن نقش میآفرید برای بازدیدن این ابراز در فیلم مذکور به او اجازت ندادند. تقدیر دری خوشبختی را تنها بعد از گذشت 10 سال برای او باز کرد. همسری اندری میخکوف آناستاسیا وازنیسنسکا خبر داد که ریزانوف برای فیلم نوش قهرمان میجوید. در این میان برای او نیز نقشی هست. میدونید بعدم وقتی خودم رو در اکران دیدم تماما باور نکردم. حتی پسرم گفت که مادر جان برای چند روز با من به مکتب نرو، زیرا یگان کس تو رو به آدم سالم فکر مانع نمی کند. رفی خان نروید، لونیا پنجاتی دید. امروز برای چی؟ ماشا سیلیزنیوها نبیره دار شده. اینجا امزا کنید. ریزانوف هنرمندانی را که با آنها زیاد کار میکرد بسیار دوست میداشت و اعترافش را مینمود. این بود که با انجام یافتن ثبت فیلم آنها را باز به دیگر فیلمش دعوت مینمود. مثلا ایوانوفا پس از اجرای ابراز در عشق همکاران باز در چندین فیلم های دیگری ریزانوف نیز دعوت گردید. کارگردان محبت او را با ریال دیده وعده داد که سرود های او در فیلم بعدیش حتما صدا خواهند داد. نوربرداری فیلم با ماهای گرمی تابستان و تیره ماه را سمد، اما ناگهان ماه سپتامبر برف خورید. برای ثبت این نوارها کارگردان همراه نواربردار به مرکز شهر مسکو رفتند. نوارها که حالا میبینید یا در ادامه برنامه برای شما پیشنهاد کرده میشوند عموما به خط سوژه هیچ علاقمندی ندارند، اما ریزانوف به خلاصه آمد که آنها را در فیلم جای بدهد. همین طور حجم فیلم 3.5 دقیقه زیاد گردید. خوب دوستان عزیز، وابسته به دیگر مکان های نواربرداری توجه میکنیم به ادامه برنامه. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, дождь ли снег, любое время года. Эльдар Рязанов аз авал медонис ва нақша кашида буд ки филм бояд дар шаҳри Москва ба навор гирифта шавад. Ин танкучаро ки дар хиёбони Тихонов ҷойгир аст кормандони телевизион кайҳо боз аст ки мешиносанд. Истиқоматкунандагони ин макон одат карданд ки сари ҳар соли ин ҷо чизеро ба навор мегиранд. Рязанов ана дар ҳамин ҷо қаҳрамони худ Анатолий Новоселсовро ҷой дода буд. Инчунин 100 метр дуртар аз ин макон боғчаи кӯдаконае ҷойгир аст ки қаҳрамони филм яке аз писаронашро ҳар суб ба онҷо мебурд. Ба ин боғча Аналипат ва духтарашро меовард. Ӯ ёд меорад ки ҳангоми наворбардорӣ таъкид намуда буданд ки кӯдаконро сару либоси зебо пӯшонанд. Имрӯз ин боғча кор намекунад, аммо истиқоматкунандагони маҳаллӣ онро чун ёдгор аз ин филм қабул намуданду ба он таваҷҷӯҳ доранд. Ана боз макони дигар, ки қисми зиёди филм дар онҷо наворбардорӣ шудааст. Шакли зоҳири ин макон ба коргоҳи хадамоти нақлиётӣ дар хиёбони Кузнецови Москва монанд аст. Ҳоло дар ин ҷо биноҳои нав сохта шудаанд. Шояд ба наздикӣ аз бинои кӯҳна чизе боқӣ намонад. Акнун таваҷҷӯҳ кунед ба макони асосии наворбардорӣ ё худ коргоҳ. Ин маконро тамоман дар дигар ҷо сохта буданд, ё аниқтараш ба Эльдар Рязанов иҷоза доданд, ки онро дар киностудияи Мосфилм бисозад. Рӯзе ҳамсаромро ба киностудияи Мосфилм овардам. Вақте ӯ ба утоқи муҳаррирон даромад, ман дидам, ки чӣ тавр онҳо ба якдигар эътибор надода, дарҳол баробари ворид шуданашон ҷузовдонҳояшонро кушода ба ороиши рӯй машғул шуданд. Дар ин ҳангом ман фикр кардам, ки чӣ мешавад агар ин корро ду ё се кас нею, балки 50 ё 100 нафар иҷро бикунанд. Ҳар субҳ дар муассисаи мо кор ба як маром шурӯъ мешавад. Ин акнун анъана, урфу одат шудааст. Ҳатто маросим ҳам гуфтан мумкин. این مکانیز شاید برای دوستورانی فیلمی مذکور بگونه نیست. بله، ماز در آن همین جا قهرمانی مرکزی فیلم لیودمیلا پراکوفیم نکالوگین زندگی میکند. بینو در همون سراغه خیابانی نیکیتا 65 گیر است. این مکان رو برای نواربرداری تصادفی انتخاب نکردم. کالوگینا رو وابسته به منصب میبایست خانه زیبا و براحت داشته باشد و در آن سالها این خانه یکی از بهترین ها دانسته میشد. آناتولی افریموویچ،
برونیتون رو کشیده گذارید، من حاضر میمونم. تشکر. فیلم در مدتی خیلی کوتاه نوار برداری شده، حتی تایگران برای سه قسم نمودنی آن نوارهای ثبت شده داشتم، اما کارگردان را لازم آمد از قسمی زیادی صحنه ها دست بکشد. مثلا در این میان صحنه گفتگوی الک باسیلیاشویلی با سویتلانا نیمالیایوا را جای ندادند، یعنی معلوم میگردد که این صحنه ادامه داشته است. گوش کن، این باروفسکی از صنعت محلی چخیل آدم است؟ بسیار آدمی خوب. اینچنین بعضی از صحنه های با لیودمیلا ایوانوا نیز روی نوار آمده را اختصار نمودند. یکی از آنها برای هنرپیشه بسیار قیمت داشت. سالهای زیاد هنرپیشه این پارچه را با لنتا در خانه‌اش نگاه می‌داشت. امروز ما امکان داریم آن را به بیننده ها نشان بدهیم. معلوم می‌شود که صحنه دفن بولگاکوف نیز ادامه داشته است. من در راه رو می دویدم و او از پشت با مشتویش مرا تعقیب می کرد. بعدم بلند داد می زدم. رفیقان، من گناهگار نیستم. فیلم در کوتاه‌ترین مدت پسندی تمامی مردم اتحاد شوروی خصوصا منتقدان صحنه سینما گردید. این بود که آن را در حال برای صاحب شدن به مکافات دولتی SSSR پیشنهاد کردم. این مکافات را قریب همه دستاندرکاران فیلم صاحب گردیدند با جز آلیسا فرندلیخ. چرا هنرپیشه نقش مرکزی از گرفتن این مکافات به نصیب ماند؟ در ادامه برنامه خواهید فهمید. بعد از موفقیت رکوردی فیلم طور در بالا گفتیم، هر یک نفری که در روی کار آوردن آن سهم داشت با مکافات دولتی SSSR قدردانی کرده شد، بجز آلیسا فرندلیخ. معلوم شود که در آن زمان این مکافات را دو مرتبه به یک هنرمند تقدیم نمی کردند. فرندلیخ باشد علاقه آن را برای اجرای نقش های خاطرمان در صحنه تئاتر صاحب شده بود. این راست است؟ خیر چی؟ نه چیز نه، لیکن آبروی شما را یعنی که میرزانم. مرحبت. در اینجا بیننده های عزیز، اینجا با شما خیر خوش میکنیم. در نشری بعدی برنامه ما نقشه گرفتیم برای شما اسرار فیلم هنری قرض وجدان را پیشنهاد نماییم. این یگانه فیلم است که پس از 10 سالی توقف مل گیبسون در جدای کارگردانی روی نوار آورده شده است. فیلم بسیار شوق‌آور است و امید داریم که اسرار پشت صحنه آن نیز برای شما پسند خواهد آمد. اکبر یار بودم، تا درودی دیگر، سربلند باشد.